نعم لو اضطر إلى قطع السعي لقضاء هذا فبعد فوات الموالاة العرفية أريد أفهم من مقدار فوات الموالاة العرفية ما هو المراد من فوات الموالاة العرفية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قلت عرفية يعني العرف، شوف العرف شي يقول متح، أنا ما أحدده، العرف يحدده يعني. وبرضه نص ساعة ساعة لعله العرف هالمقدار لا يراه فوت الموالاة، ما يخالف. بالي بفرما سلام عليكم. بفرما بله بله. سؤالم اینه که اگر اون حج دوم از بابت کفاره و عقوبت یا تکمیل حج اول، این یک. بعد آقای خود دو اورده گربم داره دو تا هستم، ببینم اگر نقطا فرمودید دلیل تو چیه، یعنی فقط زبانی تو سندا. و دوم اینکه اگر کسی حجش فاسد بشه ولی با عذر عالی مثل مثلا عرفات رو و چه وقوف استرالی شو چه وقوف اختیاری شو بیهوش شده بیرم بوده از فاسده از اون برم یه مبلغ مشخص گرفته، این آدم هم میگن هم داره حج رو کامل کنه هم میبایستی سال آینده بره، آیا میتونه این عذر تاریک مقصر نبوده مثلا بیهوش شده بره به همون موجر که من از اما مسئله اولا اولی که فرمودید این دو تا حج کدومش حجشه کدومش حج اولی حجشه که چون تمومش باید بکنه اونو مراجعه کنید. و اما مسئله دوم که فرمودید که این العقود تابعت للقصود، اگه قصد این بوده که این حج صحیح انجام بده ولو دو حج به همین پول، یعنی ارتکاز اجیر و اونی که اجیرش کرده چیه، اگه ارتکازی هست و اما فاسد شده حجه و اون حج صحیح خواسته انجام بید، حتما نخواسته که برید اونجا و برگردید و حج انجام نداده باشه، حج صحیح باید انجام بده، وقت باید یا توافق کنن با هم بر یه چیزی، یعنی این چون متبادر در ارتکاز اینه که حج صحیح انجام بده. نه نه نه، در زمانات ید امانی فایده نداره، در زمانات اگه کسی خواب بود زد تو خواب با پاش کوزه کسی رو شکوند که اصلا شعور نداشت درک نداشت این ضامنه، دیوانه زد یه کوزه رو شکوند ضامنه، بچه زد ضامنه، فقط تکلیف نداره دیوانه و بچه و خواب. در زمانات اموال را ضامن هست مگر اینکه با هم توافقی کنه مصالحه کنه. قرآن کریم فرموده و صلح خیر، صلح هم عقد لازمه اگه صلح کرده، اگر نه نه این ضامنه. شیخ طوسی در مقصود بیان دارن برای فرد سجود، من میخونم دو تا میخواستم جواب بدم. میفرماید و سجود فرض فی کل رکعت دفعتین و من که همو ترکه همو و واحدت هم من همو متعمدن فلا صلاة له و این ترکه همو فوقیان
فلا صلات له. بعد جمله بعد می‌فرمایم و ان ترک سجدتین من رکعتین ناسیان قضاهما بعد التسبیح. فرق می‌دن بین ساهی و ناسی. ما می‌خوایم بفهمیم ساهی و ناسی رو چطور بشناسیم. ناسی اونه که مسئله رو بلده، یادش رفته، فارسی میگیم یادش رفته. ساهی غافل را میگن. یعنی فرق بین اینکه یادش رفته یا غفلت کرده، ساهی یعنی غافل. به فارسی غافل یعنی ساهی. مسئله اصلا نمیدونه ساهی. نه غافل، شما غافل و ناسی. یادش رفته یا غفلت کرده. نماز میشه من غفلت کنم. آره چرا چرا حواس هر دو نفر میگن ناسی. حواسش این طرف اون طرف. نه ناسی غیر غافله. تشخیص دست خود یه مواردش مشخصه، یه مواردش هم شک آدم میکنه. در ایام نماز بلد نمیدن. هرچه هم تلاش میکنم تا موقعیت هم تواف نصاب اینا بلد نمیدن. و از این طرف هم ممنوع برای روحانی که نائب بشه. این تفکیر این دایه چیه؟ چرا ممنوعه؟ شرعن ممنوعه؟ نه قانونه. خب یکی دیگه نائب بشه، یکی دیگه از حجاج. حالا ببینید خود نماز، خود کسی که نماز رو بلد نیست، اگر ارکان نماز هست همون رو بخونه صحیحه. لا تعاد الصلاة الا من خمسه. نیت که میکنه، نیت نماز طواف میکنه دیگه. الله اکبرم که میگه، ایستادم الله اکبر میگه. رو به قبلم که هست، رو به کعبه هست. وضوع هم که گرفته، طهارت هم که داره، وقت هم که نداره، وقت لازم نیداره. رکوع سجود هم بلده که بکنه. حتی اگر ذکر رکوع و ذکر سجود و بلد نی یا اشتباهی میگه، نمازش صحیحه، اصلا لازم نی نایب بگیره. حمد و اگه بلد هم نیست نمازش صحیحه. به جای حمد، به جای حمد بلده یه قدر قرآن آیه های دیگه بخونه، آیت الکرسی، سوره انا انزلنا اینا، اگه بلده همونو بخونه. اگه بلدم نیه قرائت جز ارکان نماز نیه. اگه جاهله اشکال نداره، نمازش صحیح هستن، نایب نمیخواد بگیره. این نیابت یه احتیاطه. نه اشکال نداره، نمازش درسته. نماز ظهر و عصر چطوره؟ نماز طوافش هم همینه دیگه. اگه ارکانش تام نیت، تکبیرت الاحرام، قیام حال تکبیرت الاحرام، قیام قبل از رکوع، خود رکوع، خود سجود، حتی اگه ذکر رکوع سجود بلد نی، یه ذکر دیگه بگه، بلد نیست یه ذکر دیگه بگه، نمازش صحیحه. اگه با تلقین ممکنه به یک کسی یه پولی چیزی بده، وایسه تلقینش کنه انجام بده. اگه نیست همون همون که میخونه، همون قصد که بلده درست. رفع اعمال یعلمون. نیابت یه احتیاطه. بله. مشهور همینه. بله. حالا این اعمالو خیلیش انجام داده، اون وقوفو از دست داده و مثلا بیهوش شده، چی شده اینا هم اشکال نداره. در موت، در موت، نه در بیهوشی. در بیهوشی هم اون بی اختیار اینم بیه. خب دلیل داره، در موت، در موت دلیل داره. اگر نه اون مسئله که مانع شدن یا اینکه مریض شد، که بیهوشی هم جزو مریضیه دیگه. نه این حکم نداره، چون منصوصه، دلیل داره. در موت دلیل خاص داره.
حتی روایت در اگه احرام بس وارد حرمم نشد که مشهور نگفتن این را، اما مشهور گفتن اگه احرام بس وارد حرم شد هیچی انجام نده، حج صحیحه. دلیل خاص داره، یعنی که مرد ها مرد. شکی نیست هر کی برای حضرت زهرا سلام الله علیها هر خرجی بکنه این حسابه پیش خدا. فقط آیه شریفه فرموده انما یتقبل الله من المتقین، اگه خمس نمیده و میدونه خمس واجبه و نمیده، نه اینکه جاهل قاصره. قرآن گفته انما انما يتقبل الله من المتقين. بله سلام عليكم. بله رشد یعنی صحیح. رشد در اموال یعنی چی؟ یعنی فلان بچه بالغ شده و رشیده. رشید یعنی چی؟ یعنی در اموال تصرفش تصرف درسته. یکی بالغ شده اما رشید نیست، رشد نداره. دختره بالغ شده اما بچگی هنوز داره، رشد نداره. رشد یعنی درست. در اموال یعنی درست تصرف کردن، در ازدواج یعنی درست ازدواج کردن، در دین عقاید یعنی عقاید درست داشته باشه. رشد یعنی درست. ها؟ بله بله مقابل همه. بله نه ببینید غی ضد رشده نه نقیض رشد، چون ممکنه یک کسی نه غی باشه نه رشد. رشید نیه اما غی هم نیه، غی ظلمه. نه و علیکم السلام. اللي يعرفوه معارفه أصدقائه هذا واجب عليهم بالمقدار الممكن، الممكن يهدوه ينجو من هذه المحرمات، ينصحوه. القرآن الكريم يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، مو موعظة بخشونة بعنف، موعظة الحسنة. بفرمان بعد اون گفت نه من قسم کردم خود پیغمبر، بعد
دقیقاً ذکر کردیم که اونجا پیغمبر فرمود فاطمه کن بعد از اون بندیم اصلا اون یعنی من لباس کنه. این ذکر گاهی معیدات با این که ما اونها رو قبول که نداریم معیدات این نوعی اینها رو تو منبرها نرم کردن جایزه یا نه چه اشکال داره واقعا؟ چه اشکال داره؟ چیزایی که منافی با اون چی که اهل بیت علیه السلام نقل کردن منافیات نداشته باشه چه اشکال داره؟ نه نه اي اللي تتله بالمقدار المتعارف مو اذا هوايه بالمقدار المتعارف هم اصحاب المواكب يشيلوا اشكال ما بي اذا شويه مو هوايه اما اذا في شيء كثير ويتلف يبقى يبيعوه ويخلوه للسنوات الاتيه لا مو لازم الا نفس الماده نه و شیخ خاطر که از ادله اینجور استفاده شده به نتیجه اینا اهل خبرن مثل پزشک میمونه پزشک میگه این دارو رو روزی یکی بخور اون دارو رو روزی دوتا بهش میگه خواه اینم دوتا بخورم میگه نه چون پزشک اهل خبره است دیگه فقها اهل خبره احکام هم دیگه برداشت از ادله کردن محل خلافه محل خلافه که به غیر عربی صحیح یا نه اما خیلی ها فرمودن که اطلاقات فنکحو مثلا این اطلاق داره تو قرآن کریم این فنکحوهن به اذن اهلهن امثال اینها اطلاق داره نمیگه الا باید به عربی باشه کسی که با لباس غیر مخمس نوازی کنه جزمن میشه به این واسطه یا اخبار تحلیل یا کمکش میکنه اصلا اخبار تحلیل مال خود شیعه ها نیست خود اینو فقها گفتند خود روایات هم داره بنی امیه، بنی العباس، امثال اینها که عقیده به ارباح مکاسب ندارن اونا هدیه میدادن، اجرت میدادن به شیعه ها و ائمه علیهم السلام گفتن این مالی که بنی امیه به دست شما میده، بنی العباس میده خمسش رو که اونا نمیدن وقت درش خمس هست چون خمس متعلق به عینه اخبار تحلیل اینا را حلال کرده نه اگر یک شیعه خمس نمیده به یک کسی دیگه از این پول خمس نداده داد اون تحلیله نه اون تحلیل نشده نه اي لان هو صار سبب لها يعني هو ادم صار سبب يعني ادم نبي حواء مو نبي يا اخو اي لان هو نبي ادم على نبينا عليه وعلى السلام حواء مو نبي من هالجهة السلام عليكم ورحمة الله مشكور إن شاء الله سلامي دعائي لهم جميعا أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بله همین اگر از دست کسی که لا یعتقد الخمس به دستش اومده چون اون که لا یعتقد خمس نداده
خمس هم متعلق به عینه، در این مال خمس هست، این را اباحه کرده. نده بله، یعنی اباحه کردن این را، نه هر خمسی را اباحه کردن، ولی میگرفتن. چرا میگرفتن اگه اباحه کردن؟ نه ظاهرش اینه، همون خمس را اباحه کردن، چون بیش از خمس که لازم نی بده. دو نفرن، یکی شیعه یکی غیر شیعه، هر دوشون یه چیزی به شما دادن و شما میدونید این خمس ندادن اینا. اونی که شیعه به شما داده خمسشو باید بدید، اونی که غیر شیعه به شما داده که لا یعتقد الخمس در ارباح مکاسب، اونو اباحه کردن. خود روایات هم داره، اجماعی فقها هم از این جهت که این اباحه مال اینه. نادر قول غیر نادر قول اطلاق اباحه. و یکی از وجوه اینکه اباحه مال همه جور خمس نیست اینه که پس چطور میگرفتن؟ اگه اباحه کردن میگرفتن، میگفتن هر یه درهمش اگه نده حرامه. از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت داره، هر کس که یه درهم از مال ما رو نده چه نداره الی یوم القیامه، تو بعض روایتش داره. بله، در روایت صحیحه علی بن مهزیار از حضرت جواد علیه السلام داره، حضرت فرمودن فی سنتی هاده، یک سال را حضرت جواد همه خمس رو اباحه کردن، همه خمس، حتی اونی که از شیعه میرسه، و قید کردن گفتن فی سنتی هاده، و اون سال شهادت حضرت جواد علیه السلام بود. مشکل نداره، اون سال عیبی نداره، اگه همیشه مباحه، اگه حضرت صادق علیه السلام مباح کردن الی یوم القیامه، و حضرت جواد چرا میگن فی سنتی هاده؟ معلومه که مباح نیست همیشه. اینا قرائن متعددیه که این روایات تحلیل، این تحلیل همه خمس نی، تحلیل خمس از کسی که شیعه نیست و مسلمان غیر شیعه است، یا اصلا کافره. کفار که خمس نمیدن. اگه شما از کافر یه چیزی خریدید یا بهتون هدیه داد، یقینا درش خمس هست، چون خمس که نمیده اون، این خمس رو حلال کرده. نه بله، نه دیگه، حلال حلال کرده. مثل یک کسی که یه پولی مال خودش، زمینی مال خودش به شما حلال کرد. یعنی به عنوان، نه به عنوان خمس اگه بده، آها تشریع کرده. آره خب دیگه، خمس وقتی کسی حلال کرد یعنی دیگه مال گذشت ازش، ظاهرش همینه دیگه. شهرت عظیمه هست، ما منم قبول داره شهرت عظیمه را. تکبیر هم قبل از رکوع، یعنی اگر اشتباهاً تکبیر گفت خیال کردین بعد از رکوعه، رفت بره به سجود، قبل سجود یادش اومد، این باید به استو بره به رکوع. اما اگه همجور دلا دلا تا حالا رکوع پا شد، فایده نداره. بله بله، نه خودش خمس بده مشکلی نداره، چون به اون کافر یا غیر معتقد به خمس، به خمس به اون حلال نکردن.
گفتن اگه اون به شما یه شیعه داد برای شما ما حلال کردیم، بلنی الا خمس اینا رو بدید. نه همین گفتن حلال کردیم، شما مال مال مکلف هم هست، بله شکی نیست. اما اگه گفتن اگه به شما داد، مثل اینکه یک کسی یه زمینی رو غصب کرده، صاحب زمین میگه من به شما اجازه میدم توش نماز بخونید، نه به کسی دیگه، چه اشکال داره؟ حضرت مکلفی سالها نماز آیات رو نخونده، بله جاهل قاصرن تقصیرن فرق براش یا نیست؟ نماز قضا بجا باید قضا بجا بیاره دیگه، چه قاصر چه بله. اگه به وقت آیات فهمیده ها، اصلا نخونده ده سال نه میدونم فهمیده، خورشید گرفته و نمیدونسته نماز آیات واجبه، تقلیمش رو نمیدونه. نه ببینید، در خورشید و ماه گرفتگی در این دوتا، اگر کل قرص منخسف و منکسف نشده و اینم نفهمیده همون وقت که ماه گرفته یا خورشید گرفته، اصلا نماز برش واجب نیست. تمام هم گرفته جایی که اصلا جاهل بوده، باید بخونه تمام این نمازها رو بخونه، اگرم مرد وصیت کنه برش بدن بخونه. نه 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 و صلی الله علی محمد و علی مولای مولای یا مولای مولای